بسم الله الرحمن الرحیم قبل از آغاز کنفرانس مطبوعاتی امیر معزز حزب اسلامی افغانستان بار دیگر از برادران عزیز تقاضا مندیم تا موبایلهایشان را خاموش کنند و همچنان خدمت رسانه‌های عزیز باید عرض گردد که در پایان کنفرانس مطبوعاتی مش معزز وقت کافی جهت سوالهای شما داده میشه قدرمون و معزز وروڼو هیله کیږي چې خپل موبایلونه بند کړي او خبری الان وروڼو ته انشاءالله د مطبوعاتي کنفرانس په آخره کې وخت ورکول کیږي د پښتنو لپاره دعوت میکنیم از امیر معزز حزب اسلامی افغانستان تا به جایگاه تشریف آورده و بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی خود را ایراد فرمایند نعره تکبیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې مطبوعاتي ناستې کې ستاسو له مشارکت مننه خوښ او موفق اوسئ پرون د جوزا اتمه وه دا ورځ مصادف ده د 1450 کال د جوزا له اتمې سره په دې ورځ یوسل اتلس د اسلامي نوميالي غړي استادان علماء ډاکټران انجنيران او نور نوميالي شخصیتونه په یو ځای توګه د کومونستانو زندان کې او د هغوی په لاس په شهادت ورسېدل غوښتلې دوی د پولیچرخي پولیګون ته انتقال کړي او هلته یې د نورو په څېر یو ځای یې ووژنې بیا یې یو ځای دفن کړي مابس کې نښته رامنځته شوې ده او د همدې شتې په نتیجه کې هغوی په شهادت رسېدل دوی ته او د اسلام د لارې نورو شهیدانو ته دعا کوو الله تعالی دې د هغوی ارمانونه ترسره کړي تعهد کوو د خپل رب په وړاندې چې د دوی لار به تعقیبوو او د دوی د سپېڅلو ارمانونو د تحقق لپاره به خپل جهاد ته دوام ورکوو په هغه تعهد کلک ولاړ یو چې په ګډه مو له خپل رب سره کړی وو د الله پر ځمکه د الله دین قایمول تکبیر دعا او هیله مو دا ده چې له دوی سره او د بدر او احد له شهیدانو سره یو ځای حشر شو انشاءالله د دوی له جاني او بې رحمه قاتلانو به د انتقام ورځ حتما رارسېږي حتما ډاډه او مطمئن هغه ورځ به رارسېږي د دوی قاتلانو تر دوی وروسته یو نیم میلیون افغانان د شوروي اتحاد د اشغال په دوران کې په قتل ورسېدل او په تېر شل کلن جنګ کې همدا دوی وو چې د ناټو تر قماندې لاندې د افغانانو په خلاف جنګېدلې او د یو میلیون نورو شهیدانو په وینو یې لاسونه سره دي د ناټو په لاس تپل شوی حکومت او په جنایاتو کې د دوی ونډه همداسې خونړۍ وه عرایض خدمت دوستان و عزیزان دارم اول متاسفانه روند صلح با بنبست مواجه شدم جنگ و خشونت تشدید گردیده و دامنیش فراختر شد بیش از نصف ولایات کشور شاهد جنگ های شدید و خونینند متاسفانه دو طرف هنوزم شعارهای جنگ سر می دهند لهجهشان تند و تیز و جنگی از فتوحات خود و کشتن و بستن و تسلیم شدن سربازان و جنگجویان
هم دیگر خبر میدهم. اما شعارهای صلح رنگ باخته و کمتر با آن پرداخته میشن. نیروهای خارجی دخیل در جنگ و قضایای چهار دهه افغانستان به جبه بندی های جدید پرداختند. شاهد تشکیل دو محور فعال در رابطه هستیم. محور مسکو، دهلی و تهران و محور واشنگتن، اسلام آباد و دوحه که هر دو هم در رابطه با روند کنونی صلح موازی و دیدگاه های خاص خود را دارند و هم در رابطه با جنگ جاری و احتمال جنگ جدید بعد از ناکامی روند صلح. ایدی در کمینند و برای جنگ جدید آمادگی میگیرند. این جبه بندی ها همزمان با اجماع جهانی و منطقوی درباره افغانستان در رابطه با دو موضوع بودند: انتقال قدرت به یک حکومت جدید قابل قبول برای همه، انتقالی. دو، یکی اعادی امارت اسلامی طالبان پذیرفتنی نیست. این موضوع مشترک را هم در نشست مسکو اعلان کردند و هم مصمم بودند که در جلسه استانبول و شمول ایدی دیگری از کشورها هم اعلان کنند. همه کشورهای همسایه افغانستان، امریکا، روسیه، چین، هند و ترکیه و قطر تصمیم داشتند که در جلسه استانبول هم عین موضع جلسه مسکو را تکرار کنند. تعهد بر دو موضوع: عدم حمایت از حکومت فعلی کابل، انتقال قدرت به یک حکومت قابل قبول برای هم، و ای که هیچ کسی از اعادی امارت اسلامی طالبان حمایت نمی کنند. این جبه بندی ها همزمان با اجماع جهانی و منطقوی درباره افغانستان آغاز شد. تسلیمی پوسته ها، پایگاه ها و بیس ها یکی پی دیگری با تمامی تجهیزات هم، مهمات، اسلحه، زیرپوش ها، تانک ها، بدون هیچ مقاومت و بدون هیچ جنگ، مخصوصا در دو ولایت بغلان و لغمان. از نظر همه افغانان آگاه چیزی جز تکرار یک توطئه قبلا آزموده شده نیست. هدفش زمینه سازی برای تصادم میان طالبان و حزب اسلامی، کاری که متاسفانه سابقه نیز دارد. یک بار گذشته هم این کار صورت گرفت. به این ترتیب تسلیم شدن، تسلیم کردن پوسته ها و قطعات. ایدی مصروف دیدارها با قماندانان حزب اسلامی و جلب و جذبشان در خود توان مقاومت را نمی‌یابند. دست به دامن کسی انداختند که تا دیروز اونا را دشمن درجه یکی خود گرفته بود و با هر کسی هم کنار آمدند در برابر حزب اسلامی چه داخلی و چه خارجی. و ایدی و وعدی کمک های نظامی با آنان میدهم تا آماده جنگ به نفع حکومت و علی طالبان شو. اما ایدی دیگر مصروف تماس ها با قماندانان حزب اسلامی هند، از آنان میخواند که فهرست
جنگجوها و مجاهدین نشانه بینا بسپرن و ادی پول سلام میدهند این فرستار به برخی از سفارت ها میفرستند و خواهان صلاح و امکانات مالی و نظامی به آدرس اینها میشن. اجتماعات دایر میکنند و شعارهای جنگ سر میدهند. اما حزب اسلامی افغانستان تا هنوز و تا به لحظه ای که در برابر شما قرار دارد تصمیم نهایی خود را نگرفت. اولویت حزب صلح است. به جنگ متواصل نمی شود مگر اینکه مجبور شود. اما آنچه امروز می توان درباره جنگ گفت، هیچ مجاهدی متحدی حزب اسلامی برای اقتدار هیچ کسی دیگری نخواهد جنگید. صلح و جنگش برای ملت و کشورش و آرمانها و اهداف دینی و اسلامیش است. به حکم ایمان و عقیدهش رای جنگ و صلح را انتخاب میکنیم. آنها دوست و دشمن را خوب شناختند. توانمندی و استعداد تشخیص دوست از دشمن را هم دارم و استعداد درجه بندی رقیب و دشمن را نیز دارم. کسانی را نیز به خوبی میشناسند که در زمان غرور و مستیشان چون بدترین و کینورترین دشمن عمل کردند و در زمان ضعف و ناتوانیشان فریبکارانه در لباس دوست و دلسوز نمایان شدند و به مقابله با دشمن مشترک دعوت کردند. همان دشمنی که دیروز جبهه مشترک علی حزب با اونا ساخته بود. هیچ حزبی مؤمن متعهد به اسلام، متعهد به آرمانهای حزب و ارزشهای دینی، عزتمند و هوشیار هرگز آخرتش را برای دیگران تباه نخواهد کرد و برای رضای کسی خدایش را ناراض نخواهد کرد. سوار کشتی سوراخ سوراخ و در حال غرق شدن نخواهد شد، در حالی که هنوز 30,000 زندانی حزب اسلامی در زندانهای حکومتند. از چونین حکومت هرگز حمایت نخواهند کرد. کسی که خود و حزبش را به دشمن بفروشد مثل گذشته از سوی مجاهدین و ملت ترد و رد خواهند شد. دوم، در نشست سی جانبی که با رئیس جمهور داشتیم روی چند موضوع اساسی با هم توافق کرد. جلسه‌ای که من از او راضی استم، احساس میکنم که با دست پر از او جلسه خارج شده. با همه طرح‌ها و تحلیل‌ها و پیشنهادات ما توافق شد. روی چند موضوع اساسی با هم توافق کردیم. الف، از نشست استانبول به عنوان فرصت خوب برای رسیدن به صلح استفاده میکنیم. بخاطر خاتمه جنگ، پایان بخشیدن به بحران و با طرح واضح و واحد در آن شرکت میکنیم. هرچند رئیس جمهور در ابتدا نظر مثبت درباره نشست دوحه و استانبول نداشت و خواهان انتقال محل مذاکرات با کابل بود، از این منصرف شد. توافق بری شد که میریم به استانبول و از نشست استانبول به عنوان یک فرصت خوب استفاده میکنیم. بی برای حل بحران طرح مشترک با واحد ارائه میکنیم و در برابر طرف مقابل میگذاریم که شامل بندهای اساسی از این قرار است. اول، تشکیل حکومت انتقالی کوتاه مدت. تشکیل حکومت انتقالی کوتاه مدت که غیر ائتلافی بوده و بر مبنای تقسیم قدرت بر احزاب استوار نمی باشد و مشتمل بر شخصیت‌های قابل قبول برای
تمامی جناحای تأثیر گذار می باشد. یک توافق جدید و مومد حل بحران، حکومت انتقالی کوتاه مدت غیر ائتلافی قابل قبول برای همه، مشتمل بر شخصیتهای دارای سابقه نیک، پذیرفتنی برای همه طرفها. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهای محلی در همین مرحله انتقالی. سه، حکومت انتقالی در رأس خود شورای عالی تصمیم گیری را خواهد داشت، شامل رهبران هشت جناح تأثیر گذار در صلح و جنگ به شمول طالبان که بر اجراءات حکومت انتقالی نظارت داشته و حکومت انتقالی در اصل مجری تصامیم شورا خواهد بود. چهار، تمامی زندانیانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و نظامی زندانی شدند رها می‌گردند، چه مربوط به حزب اسلامیان و چه مربوط به طالبان. پنج، حذف نام‌های تمامی افغانانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و نظامی و به دلیل مخالفت با اشغال در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا درج شد. شش، اعلان آتش بس دائمی متصل توافق بر این مطالب و بعد از اقدامات مقتضی. هفت، تمامی مسائل مربوط به آینده، چون نظام آینده و چگونگیش، قانون اساسی جدید کشور و غیره را به بعد از انتخابات و تشکیل لوی جرگه قانونی محول میکنه، لوی جرگه قانونی و منتخب، نه لوی جرگه های فرمایشی، نه لوی جرگه های مشورتی، لوی جرگه که آخرین مرجع تصمیم گیری به سطح ملت باشد و مشتمل بر نمایندگان منتخب ملت باشد. هیچ کسی هم انتصابی در او نخواهد بود. لوی جرگه قانونی بعد از برگزاری انتخابات. همه این مسائل مهم و ملی را محول می کنیم به بعد، به این لوی جرگه. هشت، غرض توحید مواقف و موازی جناحای شامل این طرف این اقدامات صورت می گیرد. تشکیل شورای عالی شامل رهبران هفت جهت مؤثر در جنگ و صلح که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در رابطه با مسائل مهم ملی به شمول صلح خواهد بود. رئیس جمهور به نمایندگی از دولت در آن شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور به نمایندگی از همه دولت، همه ادارات مربوط به دولت و گروه ها و شخصیت های شامل دولت، به نمایندگی از همه دولت در مجموع رئیس جمهور در شورا شرکت خواهد کرد. غرض توحید مواقف و آرای احزاب، شخصیت ها، ادارات دولتی، پارلمان و تجمعات مدنی و اجتماعی و توافق همه با طرح صلح، طرح صلحی که در این نشست سه جانبه بر توافق صورت گرفت. آقای رئیس جمهور اقدامات لازم و ضروری را انجام می دهد. در همین راستا رئیس جمهور وعده سپرد که به عنوان رئیس جمهور کشور توافقات نشست سه جانبه را و طرح متفقه را در رابطه با صلح به همه ابلاغ خواهد کرد، به تیم خود و اراکین دولت و موافقیشان را حاصل خواهد کرد. حرف خود آقای رئیس جمهور است که فقط ابلاغ میکنه، با بحث نمی نشیند، با اونا مذاکره نمی کند، ابلاغ میکند به عنوان رئیس جمهور و از موافقی اونا هم اطمینان داد.
تقسیم لوقات هم تصویب شد. بنابر پیشنهاد خود آقای رئیس جمهور که در خلال 8 روز بعدی به شمول روزای عید تمامی این توافقات عملی خواهد شد. جیم برای آن که شناخت و درک واضحی از موضع طالبان و عزائم و خواسته هایشان داشته باشیم و بتوانیم در روشنایی آن تصمیم مناسب بگیریم، هیئت دو سه عضوی شامل دو سه نفر توضیح می شود تا با طالبان نشست غیر معلن داشته باشیم، نشست غیر رسمی و غیر معلن بدون اینکه در رسانه ها منعکس شد، یک نشست سری با هیئت عالی رتبه طالبان مشتمل بر شخصیت های درجه اول طالبان، رهبران رده اول. در برابر اینا طرح متفقی ای طرف را می گذاریم. و جواب روشن و قطعی اونا را به دست می آوریم. هدف ایست که درک کنیم که ارادی طالبا چیز، جنگ یا صلح. آیا ممکن است با این وطری که ما به توافق کردیم شامل او چند بند که در ابتدا به او اشاره کردیم با این توافق کنن یا نه؟ اگر جواب مثبت بود و هیئت احساس کرد که امکان رسیدن به یک توافق با طالبان وجود دارد، در آن صورت هیئت عالی رتبه دولت، هیئت عالی رتبه دولت شامل رهبران در نشست استانبول شرکت میکنه با تر نهایی که در اینجا بر توافق شده، و در صورت جواب منفی از سوی طالبان شورای عالی تصمیم مناسب را خواهد کرد. نکات اساسی توافق سی جانبه همی بود. متاسفانه رئیس جمهور با مشکلات در داخل تیم دولتیش مواجه شد و نتوانست موافقی همه را حاصل کند، نه در رابطه به طرح صلح و نه در مورد شورای عالی و ترکیب و صلاحیت های آن. در جریان است این که هنوز هم اینا نتوانستن مشکل داخلی خود را حل کنند، هنوز هم اینا طرح واضح و متحد و واحد ندارند، هنوز هم نتوانستن یک مرجع تصمیم گیری معتبر درست کنند دارای صلاحیت. با توجه به ما به خاطر حل این معضل دو بدیل جدید را در برابرشان گذاشتیم، چون میخواهیم به یک توافق برسیم، میخواهیم کار مؤثری در رابطه به خاتمه جنگ و پایان بحران داشته باشیم. دو طرح جدید و بدیل را در برابرشان گذاشتیم. یک، دولت و جناها و شخصیت‌های شامل دولت غرض توحید موازیشان مرجع مشترک معتبر و با صلاحیت تصمیم گیری به هر نام و ترکیبی که به هر نام و ترکیب و صلاحیتهایی که برای خودشان مقدور و مرغوب است درست کنند. مسئله شورای عالی دولت را از توافقات حذف می‌کند، را میگذاریم به خود دولت. اینا میدانن و شورایشان ضرورت دارن به اینکه موازی خود توحید کنن، اختلافات و رقابت های درونی خود را حل کنن، موازی مشترک در رابطه به صلح داشته باشن. به اینا میگذاریم شورا را تحت چه نامی دایر میکنن، نام شورای عالی دولت را به او انتخاب میکنن، با چه صلاحیت های، با چه ترکیبی. برخی از کشورهای غربی اصرار دارند برای که تعداد زنها باید نمایان باشند،
و چهار تا بیشتر از گفتیم چهار نه چهار دارم داری بگیرن چهل نفر شامل کنیم ما اعتراضی نداریم شما میدانین و معاملی تان با طرفایی که شما را زیر فشار گرفتن و شرایط وضع کردن که ترکیب شورای عالی دولت چگونه باشه این مسائل کاملا به شما میدارن اما در مورد بقیه توافقات که با هم داشتیم در نشست سه جانبه که مربوط به صلح است و طرح مربوط به صلح موضع‌گیری مشترک در نشست استانبول و مذاکرات با طالبان چند موضوع اساسی دیگری به استثناء شورای عالی دولت که را محاول کردیم به خودشان بیاین در مورد این مسائل بقیه به تعهد خود تمکین کنیم تا زمان روشن شدن نتایج مذاکرات با طالبان جناح‌های شامل اپوزیسیون عذاب سیاسی که با دولت نیستند بر سیاستهایشان هم معترضند اینا در شورای عالی دولت شرکت نمی کنند و طبیعی باید هم شرکت نکنند ما در دولت نیستیم دولت می دانه و شورای عالیش اگر دولت ضرورتی را احساس می کنه که با یه عذاب کنار بیایه و به توافق برسه و تری واحد را کنه معاذره دو صورت دومین که در رابطه به تمامی مسائل مهم ملی مرجع مشترک تصمیم گیری تشکیل شود مشتمل بر سه جنا دولت یک جنا عذاب شامل اپوزیسیون جنای دوم و جناهایی که نه با دولتن و نه با اپوزیسیون جناهی سوم این سه جهت در رابطه با مسائلی که به همه مربوط است یک شورای عالی تصمیم گیری درست کنه انتخاب یک از این سه صورت را به دولت میگذارم التزام و تمکین به توافقات سه جانبه و انتخاب یکی از دو صورت جدید در غیر آن ما چاره جزی نخواهیم داشت که هم در رابطه به صلح تصمیم مستقل خود را بگیریم و هم در رابطه به تعامل مناسب با وضعیت حاکم اگر دولت بتواند اختلافات و رقابت‌های ناسالم داخلیش را پایان دهد در رابطه به صلح موضع واحد اتخاذ و طرح عملی و معقول ارائه کند ادارات ناکاری موازی و متعارض را توحید کنند و مرجع تصمیم گیری واحد معتبر و با صلاحیت بسازد مشتمل بر شخصیت های تأثیر گذار شامل دولت و این شورا را این مرجع را عالی ترین مرجع تصمیم گیری در قضایای مهم ملی بپذیرد دولت به این ضرورت داره این مرجع وجود نداره فعلا دولت مرجع نهایی و عالی تصمیم گیری متفق علیه که همه جهات های شامل دولت او را محترم می شماره و به تصامیمش تمکین می کنه از این محروم است یقینا که اقدام انکشاف مثبت خواهد بود ما نه تنها با آن مخالفت نخواهیم کرد بلکه حمایت خواهیم کرد اما اگر این شورای جدید نیست مثل وزارت صلح و شورای عالی مصالحه آدرسی برای نشستهای بی حاصل و مصارف بیهوده باشد که با وجود تشکیلات وسیع پرسونال کافی و زیاد بیش از ضرورت چندین برابر ضرورت و میلیون‌ها دلار بودجه قادر به انجام هیچ کاری مثبتی نبود در رابطه با صلح و خاتمه جنگ و حتی از تأمین اجماع نسبی سیاسی و توحید موازی جناح‌های شامل دولت نیز ناتوان و ناموفق بودند اگر شورای عالی دولت ارگان شبیه به اینها و شامل همان اعضای تکراری شورای عالی مصالحه باشد
یقیناً که چیزی جز تکرار تجربه های ناکام قبلی نخواهد بود. برای عبور از مرحله ناامن و بی‌ثبات کنونی به توافقات و اقدامات نیازمندیم که افغانها را در جلوگیری از فروپاشی نظام و متلاشی شدن تشکیلات و نهادهای اداری، امنیتی و نظامی کمک کنند و انتقال مسالمت آمیز و قانونمند اقتدار را تضمین نماید. امیدواریم که همه طرفهای مسئول به این حقیقت تمکین کنند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود را معرفی بکنیم. مننه اکبر لودین ایمد آریانانیز خبریال. حکمتيار صاحب، تاسو د استانبول د غونډې په هکله ځینې خبرې وکړې. طالبانو دا غونډه مشروطه بللې ده، دی وایي چې دا غونډه به تصمیم نیون کې نه وي او لوړ رتبه کسان به دوی پکې ګډون نه کوي، داسې نور موضوعات یې وړاندې کړي. تاسو په نظر دوی دغه شرطونه په اوسنیو شرایطو کې معقول دي او د حل لاره دوی لټولی شي او که نه؟ او په زمن کې داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیه له افغانستان سره د وسلو په اخیستلو او خرڅولو مصروفه ده، غواړي چې افغان حکومت له روسیې څخه وسلې واخلي. تاسو موقف په دې هکله څه دی؟ ډېره مننه. لا باید انتظار وکړو چې د طالبانو رسمي او وروستی موقف او دریز د استانبول د ناستې ارتباط څرګند شي. گمانه کوم چې طالبان به دغسې شرایط وضع کوي، داسې شرایط چې د استانبول ناسته دې لنډه وي او په مهمو قضایاو دې په هغه کې بحث ونه شي او اشتراک دې هم په د لوړې کچې نه وي. دې معنا خو دا ده چې استانبول ناسته اصلا هېڅ ارزش او اهمیت نه لري. ګمانه کوم چې هغوی به دغسې شرایط وضع کوي. په هر صورت باید انتظار وکړو چې د هغوی رسمی او وروستی دریز د دې ناستې په ارتباط واضح شي. له روسیې د وسلو پیرل لومړی خو باید د حکومت دعوا ولري چې له کوم هېواد دوی وسلې اخیستلی شي. دوهم د اخیستلو لپاره امکانات ولري، متاسفانه له دې نه معجز دی. د اردو او د امنیتي ځواکونو معاش هم پردي ورکوي. یو دولت چې له دې نه عاجز وي نو د وسلو د پیرلو توان به څنګه ولري؟ په هر صورت دا موضوع هم ساده او عادي مسله نه ده. ماسکو هم باید دا اشتباه ونه کړي چې له دغسې یو حکومت سره چې هغه نو روان دی خپل ځای بل ته پرېږدي او تر سبا پورې هم څوک آینده نشي تضمینولی، له دغسې حکومت سره دغسې مهم قراردادونه کوي. بله، مننه. زه منصور نکمل یم، د کابل نیوز خبریال. د ډیورین کرکې هغې غاړې ته د امریکا لخوا د پوځي اډو د جوړېدو خبرونه خپاره شوي دي. کاهیانا دغه اډې جوړېږي، د حزب اسلامي موقف په دې اړه څه دی؟ دویم دا چې تاسو د درې اړخیزې ناستې د توافقاتو په اړه وویل او بیا هم ټینګار وکړ چې دغه توافقات عملي شوي نه دي. که چېرته دغه توافقات ته ولسمشر تمکین ونه کړي او دغه غوښتنې ونه منل شي، وروسته بیا د حزب اسلامي موقف څه شی دی؟ بیا به څه تصمیم نیسي؟ مننه. پاکستان تر ننه پورې په دې اعتراف نه دی کړی چې امریکا ته یې د خپلې خاورې او فضا کارولو اجازه ورکړې. د اډو د جوړېدو ادعا یې هم بې بنسټه ګڼلې. امریکایانو هم لا تر اوسه پورې وروستی
دریز خپل نه دی اعلان کړی. البته امریکا دا غواړي چې د افغانستان شاوخوا کې نږدې سیمې کې مراکز او وعدې ولري او له هغه ځای نه د افغانستان وضعیت مهار او کنټرول کړی شي. دې موضوع باندې په درې کسیزې ناستې کې هم بحث شوی. ځینې هیلهمند وو چې شاید دا موثر. ما په هغه ناستې کې ویلي دي چې دا به اشتباه وي، بهرنیان وځي، له وتلو پرته بله چاره هم نه لري. دلته وو 1,60,000 سرتیری وو له ټولو تجهیزاتو امکاناتو سره، ونه توانېدل چې جنګ مهار کړی شي. له بهره به څنګه وکولی شي چې دا جنګ مهار کړي؟ دې ته باید زیاته تمه او توقع ونه لرو. په خپله باید یو د حل لاره پیدا کړو، افغاني حل لاره. په هر صورت د دې حقیقت به هم ډېر زر معلوم شي. آیا پاکستان دې ته چمتو شوی چې امریکا ته اډې ورکړي، یا اجازه ورکړي چې هغوی له اډو مراکزونه استفاده وکړي؟ که نه، امریکا په بهر کې او په خلیج کې غواړي له خپلو اډو او مراکزو استفاده وکړي د وضعیت د مهارولو په ارتباط، او که پاکستان به ورته اډې ورکړي. دې زموږ د شمالي ګاونډیو په ارتباط هم څه ویل کېدل، تبلیغات کېدل چې شاید امریکا هلته هم اډې فعالې کړي. هلته چې دوی یو وخت اډې اخیستې وې، ازبکستان کې هم او قرقیزستان کې هم، او خپل قوتونو ځواکونه یې هلته ځای په ځای کړي، اما پرېښودو ته یې اړ کړه. ماسکو اعلان کړی چې دغو هېوادونو کې به دوی ته اډې ورنه کړی شي. د امریکایانو له ویناو نه هم داسې معلومېږي چې له اخوا نه مایوس دي، هلته څوک ورته اډې نه ورکوي. که دې درې کسیزې ناستې توافقات عملي نه شول، موږ به انشاءالله مناسب تصمیم نیسو. موږ زیات ورته اړ نه یو. له بحرانه د هېواد د ایستلو په ارتباط مو هغوی ته دا وړاندې کړی. په ګمان کوم تر ټولو زیات څه څوک ورته اړ دی او محتاج دی او باید ورته اعتنا وکړي همدا دوی دي، کابل حکومت چې په ډېر نازک وضعیت کې ده، ډېر بد وضعیت کې. شاته د بینانسیوان په څېر شخصیتونه هم وایي چې د کابل وضعیت هماغسې ده لکه د نجیب د وخت وضعیت، او یقینا همدغسې تر دې هم بد، یقینا تر دې هم بد. د نجیب په وخت کې لږ تر لږه هغوی د ښارونو امنیت تامین کړی، د لویو واټونو او سړکونو امنیت هم تامین شوی. هغه یو حزب هم درلود، مفکوره چې هر څه په یو مفکورې تام هغوی تعهد درلود، یو مفکورې او نظریې په ارتباط هم هغوی تعهد درلود. که څه هم د هغوی تعهد له مسکو سره و، نه له کومې نظریې او مفکورې سره، ولې په هر صورت یوه ډله یې درلودله. اما دا حکومت متاسفانه له دې نه هم محروم دی. نه منظم قوي ځواکمن سیاسي حزب لري، او حتی د کابل له امنیت نه مهاجز. پوستې له مقاومت پرته مخالفینو ته تسلیمېږي له خپلو ټولو تجهیزاتو سره. وضعیت یې دغسې ده. دوی دې ته اړ دي چې له دې حالته ځان وباسي او دې لوري ته یو اجماع رامنځته کړي د ټولو هغو چې د وضعیت کې تاثیر لري، د هغوی نه یو اجماع رامنځته کړي. هغوی دې ته ضرورت لري، هغوی باید په خپلو ژمنو باندې ودرېږي. تشکر آقای حکمتیار. یک قاسم جویا هستم از تلویزیون رای فردا. اگر این ماسک تک دور کنید خوب نمیشه که صدات واضحش نداشته. گفته های وجود داره که بعد از اعلام خروج رسمی نیروهای خارجی
گروه طالبان در سطح رهبری دارای اختلاف درونی هستند. اطلاعات شما و یا همچنان ای که شما از این موضوعات آگاه هستین، اگر اختلاف ها وجود داشته باشد در روند صلح و فکر نمی کنی که یک نگرانی وجود داره که ممکن بعضی از شعبات گروه طالبان صلح کنه و بعضی دیگرها دوباره به جنگ خود ادامه بده؟ یک موضوع. موضوع بعدی در جنگ لغمان، سوال اولتان جواب بگوین. تا هنوز که هنوز است طالبان وحدت خود را حفظ کرده و نشانه های از تبارز اختلافات در صفوفشان وجود ندارد، بر الاقل میتونه بگوییم ملموس نیست، مشهود نیست. و طبیعی است کسی که در خود در حالت پیروزی میبینه و با بالادستی خود متأکد است، کمتر با مشکل اختلافات داخلی روبرو میشه. اختلافات زمان تبارز میکنه که یک طرف ضعیف است و آیندهش هم مبهم. افراد شامل جهت هم آینده را تاریک میبینه. در این صورت است و در این وقت است که اختلافات ایجاد میشه. تا هنوز نمایان نیست و علی‌الاقل ملموس و مشهود نیست که در صفوف طالبان اختلافات بوجود است. باید انتظار بکشیم که ببینیم در استانبول به چه نتیجه میرسه. طالبان میتوانند با یک طرح واضح عملی و معقول برای حل بحران بیان در جلسه استانبول به هدف رسیدن به یک نتیجه شرکت کنند یا نه. سوال دومتان؟ در جنگ بغلان و لغمان شما یک ابراز نگرانی کردین که امکانات بدون ای که مقاومت شود و طالبان سپرده شده، فکر میکنید که طالبان از این امکانات بر علیه حزب اسلامی استفاده میکنه؟ یک همچون نگرانی وجود داره؟ شکر. من در صحبت مقدماتی خود عرض کردم که در لغمان هم و در بغلان هم، در هر دو بلا استثناء پوسته ها، بیس ها، پایگاه ها با همه تجهیزاتشان، تانک و زره پوش و سلاح خفیف و ثقیل و مهمات گذاشته شده به طالبان بدون مقاومت و جنگ. معتقدیم که یک توطئه است. حلقه های در دولت در این توطئه دست دارد. هدفش هم این که طالبان و حزب با هم درگیر کنند. این که شما میبینین دیر مسئولین درجه که دولت جمع میکنه به عنوان قماندانان حزب، عکسشان هم میگذارن در رسانه ها و وانمود میکنن که گویا این از قماندانان حزب هم آمدن، با اینا تعهد کردن و در جنگ علیه طالبان در کنارشان خواهند بود. یه هم به میهدف است. هدف همی بوده، توطئه هدفش همی بوده که حزب طالبان را با هم درگیر کن. اما ما محتاطانه گام برمیداریم و بی‌حوصله هم نیستیم. تجربه کافی جنگی هم داریم. هدف همه مجاهدین حزب اسلامی است. توان تشخیص دوست از دشمن را هم داره. تا حال همه توطئه‌هایی که علی حزب صورت گرفته به لطف الهی خونسا شد و یه هم خونسا خواهد شد. حزب اسلامی هرگز بنابر توطئه‌های دشمن وارد جنگ و درگیری با هیچ طرفی نخواهد شد. به خاطر اقتدار هیچ کسی هم نخواهد جنگی. دوست و دشمن را در روشنایی باورهای خود انتخاب میکنه و توانی را هم داره که دشمن را درجه بندی کنه. هر صورت یک توطئه است و حلقه های معینی در این توطئه دست داره. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. وحید هدیه هستم از تلویزیون جهانی بریا.
حکمتيار صاحب، طرحی را که حزب اسلامی افغانستان در نشست سه جانبه اخیر مطرح کردند، یک طرح جامع میتوانست برای حل بحران کنونی در کشور باشد و اشرف غنی هم را پذیرفت، اما چه کسان مانع از این شدند؟ تشکر. بله، ایده مانع شدند. ما در اون نشست آقای اشرف غنی را چنان یافتم که با همه تر توافق کرد. فقط یک مورد چنان بود که او از یک شخص نام گرفت که باید در شورای عالی دولت باشد. گفتیم از هر حزب فقط یک تن. این موضوع را محاول میکنیم با مو حزب مربوطیش که از سوی خود یک نفر معرفی کنه، در دو کس. دو تن از یک حزب پذیرفتنی نیست. و هم با این طرح توافق کرد. درست است، سیر محاول میکنیم با مو تنظیم که یک فرد معرفی کنه، نه دو تا. برداشت معمیز که آقای اشرف غنی با این موافق بود. چه کسانی تأثیر خود را داشته بر او و بر تصمیم حکومت که از این توافق عقب نشینی صورت بگیره؟ لزومی نداره که من از اونا نامی برم، بلی چهره های مشخصی هستن که معمورن از بیرون وظیفه گرفتن که باید مانع صلح شد، مانع توافق بین افغان ها شد، از سوی جهت هایی که منافع خود را با ادامه جنگ در افغانستان گره زدن و در 14 دهه بر جنگ سرمایه گذاری داشتن، در برابر صلح مانعی و از صلح احساس خطر میکنن، ایره منافع ملی خود میدانن. از سوی اینا افرادی که در افراد نفوذی در دولت وابسته به شبکه های استخباراتی کشورهای مانع صلح و خواهان جنگ، اینا حتما مانع شدن که به توافق هم عمل صورت بگیرد. بگذارند برای با دوست محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. ز سمی الله پامی ما شمشاد تلویزیون نه زما دو پختنی دیوال پختنه بو کوم به دوه پختنه جواب دي. ها زما پختنه ده چې تاسو د وضعیت هم څاري لګدينه ولسمشر سره هم ناس یاسي، دا سوال کیږي چې ولسمشر د سولې اراده نه لري، واقعیت څه دی؟ تاسو خپل څه درکړي ولسمشر تاسو څه ډول درکړي دي؟ د سولې اراده لري کنه یا فشارونه دي؟ مننه. له اظهاراتو خو داسې معلومیږي چې هغه دته چمتو شوی چې سوله وشي. هغه لیکنه چې د ده له ادرسه په فارن افیرز مجلې کې خپره شوه، دغه هم معلومیږي چې دی سوله غواړي، علالاقل دته چمتو شوی چې انتقالي حکومت جوړ شي. له موږ سره په ناسته کې دا هم ومنل چې دا حکومت به اشتراکي نه وي، توزیع قدرت نه، غیر ائتلاف دا یې ومنل. دا هم چې دا حکومت به لنډمهاله وي، او دې سره یې توافق کړی چې په دې مرحله کې باید انتخابات ترسره شي، هم د جمهوري ریاست لپاره، هم د پارلمان او محلي شوراګانو لپاره. له دې نه یې هم حمایت کړی چې بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي. پکار داده چې باور وکړو چې هغه سوله غواړي، اما دا چې نه توانیږي خپل ټیم قانع کړي ستونزه یې همدا ده. ټیم کې داسې کسان دي چې هغوی واقعا په دې څلورو لسیزو کې په جنګ کې دخیل و، ډېره بده ونډه، خونړۍ ونډه یې په دې څلورو لسیزې جنګ کې درلوده. د شوروي په خدمت کې هم و، د ناټو په خدمت کې هم و، دغه کړۍ چې اقتدار کې اوس هم فعاله ونډه لري، او د هغوی ماموریت دا ده چې باید د سولې معنی شي او د جنګ دوام عوامل برابر کړي. او تاسو پوهیږئ چې د دې کسانو ونډه په دې حکومت کې ډېره زیاته وشینه ده. شاید همدوی معنی شوی دي چې دې توافقاتو باندې عمل وشي. دوهمه پوښتنه؟ دوهمه پوښتنه مې دا ده چې تاسو هم یادونه وکړه چې په دغه اوسني حکومت باندې د بقا باور نشته دی. که چېرته د خدای نخواسته د سولې روانې خبرې هم کومه پایله ورنه کړي،
او طالبان د زور او زبردستی لاري راشو واکمن شي حزب تبا بل کومه لار پاتې وي ځکه کوسنی نظام کې ظاهرا یو لار خود سولیزی مبارزه شته چې هغه انتخابات دي که چېرته طالبان راشي دلته واکمن شي حزب تبا کومه لار پاتې وي مننه ما د دې وضاحت وکړو په خپلو مقدماتي خبرو کې چې د حزب اسلامي اولویات سوله ده تر پایه دوام ورکو په سولې باندې ټینګار او اصرار کوو منتظر پاتې کیږو چې آیا مجبوریږي یو بل جنګ ته که نه یو بل جنګ په موږ باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي که نه هماغه مال به خپل اخري تصمیم نیسي بې تفاوته نه پاتې کیږو خپل ولس او هیواد یوازې نه پرېږدو همدلته به یو له وضعیت سره به مقابله کوو طالبانو ته مې سپارښتنه او توصیه دا ده چې د ورور په توګه د دوی د یو افغان مسلمان ورور په توګه هغو ته مې مشوره دا ده چې نور په جنګ باندې تاکید مه کوئ د سولې لار غوره کړئ خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره د سولې لار غوره کړئ دا ستاسو په ګټه ده ستاسو د ګوند په ګټه ده ستاسو د ملت او د باورونو اعتقاداتو او د اسلام په ګټه جنگ به تاسو له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي په زور حکومت نیولل خپل بد عواقب هم لري دا تجربه شوې دا ناکامه تجربه بیا باید تکرار نه شي ښه به دا چې هغوی هم د استانبول ناستي کې له همدې ارادې او عزم سره شرکت وکړي چې هلته باید افغانان خپلو منځونو کې د بحران د حل په ارتباط توافق یو بین الافغاني حل باندې توافق علم یې همدا ده چې طالبان دغه لار غوره کړي موفق اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید خبرنگارا سوال بفرمایید استاد خیر است بفرمایید مایکم بتن باشه خیر است مایک بتن سوال ما ایس انجینیر صاحب که بعض تشویش ها وجود داره تشویش ها وجود داره که حکومت سقوط میکنه به نفع طالب ها بعض گروه هستن که اینا میگن که ما مقاومت دوم میاریم شما موقفتان چیز مقاومت میکنین یا باز اجرت میکنین این همیشه جریر سه به شما جواب بود احتمال سقوط حکومت وجود دار هرچند حامیان بیرونی حکومت میگوین که نمیگذار حکومت سقوط کن اما همه چیز به ارادی اونا مربوط نیست وقتی لحظه سقوط فرا رسید باز کسی هم نمیتونه مانیش نظام ها آنن میشارن یک حادثه کوچک باعث میشه که نظام به طور کامل متلاشی شد از داخل هم میشاره و از بیرون هم حکومت نجیب هم شارید احتمالش زیاد است که حکومت متلاشی شود مگر اینکه در استراتژی خود در تصامیم خود در راه و روش که انتخاب کرده تجدید نظر کنه ولی ایدی مصروفا شعار مقاومت دوم را میده این مقاومت دوم را باید در روشنایی مقاومت اولشان بررسی کرد و مقاومت هم متاسفانه که علیه حزب اسلامی بود و دستاورد خاصی هم نداشت از وضعیت بعد هم اونا را امریکا نجات داد طرحهای بمفغن بی 52 اونا رو کمک کرد که از او حالت برای
انتظار میست که اونا اشتباهات گذشتهشان را تکرار نکن. ما در این گروه هایی که در این 30 سال کم و زیاد در حکومت شریک بودن این توانمندی و ظرفیت را نمی بینیم که اونا بتانه مقاومت کن. روحی جنگی خود را از دست داد و غرق فساد و چور و چپاول و غارت و عیاشی و قصرهای مجلل، قصرهای شیشه‌ای دشوار است که اینا بتانن مقاومت کنن. اونایی که چند روز را هم در سنگر نبودن، همیشه در کنار دولت بودن، همیشه در پهلوی اشغالگر بودن، خانواده هایشان هم بیرون، فرزندانشان هم بیرون، سرمایه خود را از قبل انتقال دادن به خارج. دو طبیعتا از اینا نباید انتظار مقاومت را داشت. فکر میکنم بهتر است که اینا همه ای شعارهای جنگی را کنار بگذارن، ترکیزشان بر صلح باشه، به تفاهم، توافق بین افغانا، بر دیگران نجنگن. ما با اونا مشوره میتونم که ای شعار از شما نیست، این تصمیم جنگ و مقاومت هم از خود شما نیست، برخواسته از اراده خودتان نیست، از بیرون تحمیل شد. اطلاعات حاکیز که حتی برخی از هیئت‌های کشورهای جنگ طلب اعمال مصروف هم در برخی از مناطق جا بجا شده، به مو ترتیبی که قبلن و قبل از عملی نیروهای امریکایی بر افغانستان جا بجا شده بود و حتی تیمهای مربوط به کشورهای حریف و رقیب یک جا در مراکز جا بجا شده بود. جنگجوها را تنظیم می کردن، هدایت می داد و معلومات کسب جمع می کرد. حالی هم همون تجربه تکرار می شه، این کارها صورت می گیره. ما چی خواهیم کرد؟ ما تصمیم خود قبلا نرس کرد، کشور به هیچ کس نمیگذاره، به هیچ قیمت ترک نمیکنه، در اینجا میمانه. افغانستان با ما هم کوری و هم گور، سوک چیز مش بخلاف جنگیری لزان دفاع کول بل شرعی حق کرنو و دینی وجیبه. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. له هیچ چا سره هم د جنگ اراده نه لرو، له هیچ لوری سره، نه له دې حکومت سره او نه هم له بل لوری سره د جنگ اراده نه لرو، سوله غواړو. له هغوی نه مو هم هیله دا ده چې موږ جنگ ته مه مجبور کړه. دوی ته هم وایو چې جنگ دوه اساسي غوښتنې لري، یو موفق جنگ، لومړی سرګند او مقدس و سپیسل اهداف و ارمانونه. لسپیسل و ارمانونه پرت جنگ ممکن نه. دست قیادت و زعامت چی دغسی سپیسل و ارمانونه تا متعهد او یو جنگی علی دیتا چمتوشی چی دیگه دی اقتدار لپر و قربانی دم چمتوش. فکر کهی چی دیگه اقتدار یعنی دیگه دی ارمانونه و سپیسل و اهداف و تحقق. یو دی جنگ مهم اخ داده، یکی از جنبه های مهم جنگ امیست. اما عنصر دوم در جنگ ایست که جنگ بزرگ، وسیع، فراخ به سوی جنگ افغانستان به مرجی مطمئن و بیغرز اکمالات ضرورت دارد، اکمالات نظامی. هیچ کس هم بدون اکمال از یک مرجع خارجی مطمئن نمیتونه به جنگ ادامه بده. ما با توجه به همه اینا تصمیم نهایی خود را خواب گرفتیم، استقلال خود را حفظ خواهیم کرد و برای منافع هیچ کسی هم نخواهیم جنگید، به خاطر اقتدار هیچ کسی هم جنگ نخواهیم کرد. در روشنایی از این انشاءالله تصمیم خود را خواب گرفتیم. سربلند و موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.